دو تا کانتینر بود. آره دو تا کانتینر لبو بود، یه دونش پخته یکیش نپخته. پررسی دیگه اسم بده به ما. قربانت بوس 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 قربانت. آره 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 چرخوندین مونه رسید حواسمون نبود. آره چطوری رامبو جان؟ قربان تو، عیدت مبارک. فدای تو، عید تو مبارک. اون مشکلی که با اسمت داشتی حل شد؟ من هیچ مشکلی با اسمم ندارم. چرا دیگه اسمت رامبو بود؟ حل شد مشکلت؟ عزیزم من هیچ مشکلی با اسمم ندارم. اسمم رامبو بود، رامبو هست، رامبو خواهد بود. باشه باشه، به همون فرشته صدات میکنه. ای بابا. آره. فرشته جان. فرشته جان بفرمایید. میگم این کل خندوانه چند؟ خندوانه با خودت تو تمام عید کرمه کرا اینا چند؟ چرا؟ ما پولدارم، میخوام بخرمش. ما خب... عوض شدم، ما یه آدم دیگه شدم. ما الان 10 تا دست چک دارم. چک خب... بکشون بخرم اینایه؟ نه، اولا که من خب تبریک میگم که شما پولدار شدین و اینا، مبارک باشه. یه لحظه یه لحظه گوش. جان جان. الو خارج؟ آره رسید لبوها؟ باشه باشه باشه، اونا رو بپزینا. نپختش نفخ داره. آره نفخ، نپختش. آره آره چی؟ نفخ. نفخ. آره 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 قربانت. بوس 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 بوس، خدافظ خدافظ. رو حرفایی هم که خودت میزنی تعجب میکنی؟ متعجب که کردم؟ الان گفتی نفاق، بعد گفتی نفاخ. آره نفاخ بود که گفتو. همین الان خودت گفتی. تو اصلا چرا به تلفن خصوصی مردم گوش میدی؟ نه عزیز من، اومدی شاید حرف خانوادگی بخوام بزنم. معذرت میخوام، ولی شما اومدی وسط استودیو جلوی دوربین میخوای حرف خصوصی بزنی، نمیشه که. رامبا جان، آقا این پولداری چه صفایی داره. خب مبارکه. بله. 10 تا ماشین میخوام. میدونی اینا از کجا اومد تو جیب ما؟ بفرمایین. ما شعب لبو فروشی زدم همه جا. یعنی الان در تمام سطح کشور شعب دارم. صادرات هم میکنی؟ آره آره دیگه، دو تا کانتینر فرستادم خارج. خب. ما از نمایشگاه کتاب امسال شروع کردم. چجوری؟ یه گاری بردم تو نمایشگاه کتاب. خب. اونجا رفت و اومد زیاد، مردم خود کتاب نمیخریدن، فقط لبو میخریدن. میومدن اونجا الکی کتابای نگاه میکردن، گشنه‌شون میشد. ما هم کولرگازیاش زده بودم، هوا سرد، تون تون، هی لبو، هی لبو لبو، گل گل بند لبو. میخوندم الان پولدار و ما. ببین سه تا از این انتشاراتی ها اونا هم انتشاراتشون تعطیل کردن، الان زیر مجموعه ما شعب لبو فروشی داریم. خیلی بده، خیلی بده. چرا بده؟ عزیز من یعنی چی؟ خوبه که. چرا خوبه؟ راست میگه دیگه. نه عزیز من، نه آقا نکن این کارو. آقا داره بهترین کارو میکنه. مردم که کتاب نمیخونن، حداقل بذار لبو بخورن. حداقل بدنشون سلامت باشه. تمام شد و رفت. نه لبو همچین هم سلامتی اونجوری اینا قرار نیست ایجاد بکنه. بعد کتاب خوندن مفیدتر از لبو خوردنه. نه خیلی چیه؟ با شما نیست. آره آره آره، اون لبو سومیه که روش مارک داره اونو مخصوص تو فرستادم. آره آره قربانت، بوس 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 بوس. آره خیلی سلام. چه طرز حرف زدنه؟ این کارا چیه؟ اینا تو بیزینس واجبه. تو بیزینس منی یا ما؟ ما یه خونه بیزینسی تو خودم دارم، یه ایتوچی های تو منه. بیزینس؟ بیزینس چیه؟ الان گفتی بیزینس؟ نگفتن آقا جوان، بیزینس نگفتن. آره بیزینس ما نگفتن. تو چه مثل اون فکر میکنی؟ از این آقا یاد بگی. از کی؟ از همین آقای نیما. قشنگ میفهمه، رو منطق صحبت میکنه، رو قاعده صحبت میکنه. شما چیه؟ بیزینس چیه؟ من اعتراض دارم به این ماجرای شما که شما انتشاراتو تعطیل کردید، جاش دادی اونا زیر مجموعه لبو فروشی شما بشن. عوضش درآمد دارم. آقا میخوام تو مزایده پرسپولیس استقلال شرکت کنم. تمام مدارکم هم کامل فرستادم. میخوام پرسپولیس استقلالو بخرم. رنگ پیرنشون رو بکنم زرد طلایی، اسمشون هم بذارم صنعت نفت. یعنی تمام لیگ میخوام بکنم صنعت نفت. همه بگیم وای اونو یا الله، وای تیم صنعت، وای یا الله آشا، وای تیم صنعت.
فرشتی جان. بله. خوندنم چطور بود؟ خیلی خوبه. آقا ما چون پولدار شدم میخوام آلبوم بدم برای خودم. اجازه است از این تماشاگرای تو برای همخوان استفاده کنم؟ خیر. خیر؟ بله. برای چی؟ نمیخوام. پول جواب بذارید بکنه دیگه. نه نمیکنم. نه به نظرم شما بی جنبه شدی پول. آقا خواهش میکنم. نه به نظرم بی جنبه شدی. شما می‌دارید با همه سر ناسازگاری دارید. نه به نظرم بی جنبه شدی. حرفش درسته متینه بذار کارش بکنه. آقا ولم کن. آقا میخواد یه دونه 4 تا نواجی بیاره آوازشو بخونه چیکار می‌فرمایید؟ همه بلنشین برید همخوانی بکنیم. میگم دوست دارین با ما تو آلبوم بخونی؟ بله. پس حنجره‌ها رو آماده می‌کنیم با هم. مثل آقای چیکو چیکو بود. پنجره رو آماده میکرد. همه با هم بگین وی. همه بگین هله وی. پس الان ما چیزی میخونم، نوبت شما که شد باید بگین الا جاشوی بندر. یه بار بگین الا جاشوی بندر. مثلا میگم چرا لنجتیه بردن الا جاشوی بندر، وی میگو دلت بردن وی الا این جاشوی بندر. چقدر قدرت رشیده از بستو که میری در یا همه مواد سفیده. الا این جاشوی بندر چقدر افسانه داری، مومینونم توی سینه دلی پرباسه داری. چقدر افسانه داری الا جاشوی بندر، وی میگو دلت برده تک تکتون رو میبرم تو آلبوم با ما بخونی. مبارکه. خیلی خوب جواد. الو الو جان. ای بابا. الو از پاریس سن ژرمنی؟ گوشی یه دقیقه بده به زلاتان. الو سلام زلاتان چطوری؟ ابراهیموویچ. ابراهیموویچ یعنی چی؟ آقا نگاه کن زلاتان جان، ما تو سطح اول آشنا دارم، تمام دوستام آره مویرگی اینجا، این ابراهیموویچ بیا عوض کنم برات. آره ما پاریس سن ژرمن کامل خریدم. آره آره حقوقت ده برابر، سه برابر مسی بهت پول میدم. نگران نباش. آه قربانت. بوس 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 بوس. خدافز خدافز. این طرز حرف زدن قشنگ نیست. فدای شما رامبو جان. بله. خب باید برم به باشگاه برسم. کاری نداری؟ خیلی خوشحال شدم. قربانت قربان. وی سیاه نرگیل سیاه وی اقام نرگیل سیاه نرگیل اقام نرگیل سیاه وی یلا وی 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 شوان اشتایگری؟ آره آره بایر مونیخ هم میخرم. آره آره شوان اشتایگری یعنی چی؟ قربانت باستیان مچ مچ بود بود. خدا بود خدا بود. هم با هم هم فارسی حرف میزن، هم هم بلدن. بله بله میفهمم. این بی جنبگیه اینا ها؟ اینا بی جنبگیه ها؟ بله منم موافق نبودم. پس تو که همش داشتی موافقت میکردی که علفی دیگه آقای جوا مجبور بودم. تو چه لوسی؟ چرا؟ چرا باید جلوی اون موافقت بکنی؟ همین که با شما مخالفت کنم مزه داره دیگه. با من؟ با کلیت. خیلی خوب. بچه ها یه چیزی بهتون بگم. میرم بالا. یک قرعه کشی اتفاق میفته از عید مبعث تا عید نیمه شعبان. خب ستاره 724 مربع در طول این مدت، یعنی از این عید تا اون عید، به کسایی که وارد سامانه ستاره 724 مربع بشن و یک تراکنش انجام بدن، خیلی ها میرن تو هیچ کار نمی کنن. میدونین که باید رمز دوم داشته باشین. رمز دوم هم اینه که شما بلند میشین میرین در بانک دم این خودپرداز و آبر بانک، اونجا میرین گزینه رمز دوم رو انتخاب میکنین، حالا یا عوض میکنین یا انتخاب میکنین، بعد شما صاحب یک رمز دوم 5 رقمی هستین. بعد اون وقت میایین اینجا، بعد حالا از تلفنتون استفاده که میکنین از موبایلتون میرین اون تو و توی سامانه کارتون انجام میدین. رمز دوم لازم داره. حالا کسایی که در طول این مدت
تراکنش کنن، یعنی برن یه حساب بانکی چک کنن یا اینکه شارژ بخرن یا که اینم یادمون باشه. شما اگه تلفن ثابت هم، یعنی تلفن همراهت سیم کارت ثابت داشته باشی و سیم کارت دیگری بچه‌تون، خواهرتون، برادرتون اعتباری باشه، میتونید برای اونم بخرین. خب حالا یا قبضاتون رو پرداخت کنین. هر شب 724 هزار تومان قرعه کشی میکنه به یک نفر میده و کسایی که در طول این مدت، در طول از این عید تا اون عید هر شب یک کاری رو انجام بدن و در این مجموعه قرار بگیرن، در نیمه شعبان به 24 نفر